من تصورم این است که خودسانسوری یکی از مهمترین دغدغه های فعلی مطبوعات ماست، و این که بگیم مثلا واقعا دولت داره محدودیت ایجاد میکنه من خیلی قبول ندارم، و واقعیتش این است که هیچ محدودیتی بنده احساس نکردم الا یه محدودیتی که خودمون داریم بر خودمون تحمیل میکنیم. یعنی چی دقیق‌تر میگی؟ دقیق‌ترش این است که نگرانیم که اگر این کارو بکنیم همین بله واقعیتی است که مسئله‌ای که گاهی ایجاد شده برای بعضی از مطبوعات همین است که نگران بالاخره بعد انتشارش هستن. خود انتشار الان ما خیلی نگرانی نداریم، که بعضی ها واقعیتش با برخورده سلیقه‌ای مواجه میشن با این مباحث، و اصلا قانون هم نیست. اگر ما یه فضایی برای شفافیت سازی بیشتری داشته باشیم در مطبوعات، خود به خود اون تیم های حرفه‌ای هم بهتر ورزیده تر پیدا میشن. من واقعا بعد از همین مسئله بالا فساد بانکی اخیر یه جایی این بحث مطرح کردم، حقیقتا اگر این خودسانسوری هایی که خودمون گاهی بر خودمون تحمیل میکنیم نبود، قطعا این 3000 میلیارد از بانک ها به این شکل شود جا به جا نمیشود. 10 سال روزنامه مردم سالاری داریم، شاید 28 بار فقط شخصا دادگاه مراجعه شدم و باید میرفتم و پاسخگو بودم. حالا خوشبختانه مخصوصا تبرئه شد. دقیقه اینه که به ما مثلا ارگان های دولتی یا مؤسسات عمومی اطلاعاتی که باید به ما بدن اطلاعات اندک نادر و در واقع کل معدومه به قول علما. نه تنها اینکه اطلاعات نمیدن، که نمونه هایی که ما داریم از عکاسمون تا خبرنگارمون تا کسایی که درگیر موضوعات هستند، صرفا به خاطر اینکه مثلا در همین صف سکای اخیر که جلوی بانک ها بود، خب یعنی عکاس ما مدتی حبس شد که چرا اومده از این صفا عکس بگیره. خب این صفا بالاخره تو جامعه هست، یا باید قبول کنیم که این یه معضل اجتماعی اقتصادی هست، یا باید در واقع چشممون رو ببندیم بگیم نه همه چی بلو بلبل. هم وقتی این اتفاقات هست، انعکاسش، تحلیلش، نقدش باعث میشه که درمان بشه این معضلات. وقتی من عکاس من جرأت اینو نداشته باشه که از این صفحه عکس بگیره، یا خبرنگار من با در واقع حالا نه لباس مبدل که با عنوان مبدل داخل صف باشه بپرسه آقا شما چرا تو این صف هستید و غیره، و بعد بیاد اونو تبدیل کنه به گزارش میدانی و نتونه راحت اونجا بره بگه آقا من خبرنگار همشهری هستم و اومدم از رئیس بانک، از در واقع کسانی که اینجا هستن بپرسم که چرا این اتفاقات میفته، اینجا ما تبدیل به معضل میشه برامون. چرا امکانو پیدا نمیکنین؟ به دلیل اینکه تحمل و آستانه نقد کسانی که در مسند یا مناسب دولتی و قوای مخاطب کلی بله بله بله. بسیار در واقع نازل آره. هست. چرا ضمانت اجرای یک عمل من باید گریبانگیر یه فرد دیگه باشه که اون داره کارشو به نحو صحیح انجام میده؟ چرا باید ما توی ضمانت اجرا به جای اینکه شخصی کنیم مجازات ها رو، به جای اینکه بگیم خب این فرد محرومیت از حقوق مطبوعاتی، ما باید نشریه رو توقیف کنیم تا صدها نفر، هزاران نفر، و برای مجموعه‌ای که مؤسسه مطبوعاتی هستند حتی ممکنه 100,000 نفر که با واسطه و بی واسطه درگیر اون موضوع هستند بیکار بشن؟ خود قانون مطبوعات به ما میتونه کمک بکنه. قانون مطبوعات هم باید در شرایطی واقعا به دور از همه ملاحظات و حب و بغضای حاکمیتی به مفهومی که این دولت میخواد این معاونت مطبوعاتی چی میخواد باید اصلاح بشه، چون قانون رو نمیشه هر روز دست برد. بله. این اشکالات جدی داره. الان به راحتی میگن آقا تشویش اذهان عمومی، یه عنوان کلی است. این مقدار مصداقهای دقیقتری میخواد کار بشه. حقوق مطبوعات شما در قانون هیچ جایی ندارید که نوشته باشد که اون مدیر مسئول میتواند یا باید، حق دارد برود در جلسه هیئت نظارت از خودش دفاع کنه. یعنی اون هیئت نظارت بدون حضور مدیر مسئول حکمشو صادر میکنه، در حالی که میتونه بشنوه. میخوام بگم اشکالات اینجوری ما در قانون زیاد داریم. این که آقا مسئولیت متوجه چه کسی است؟ یه دوره متوجه کامل مدیر مسئول بود، بعد آمد متوجه هم نویسنده شد هم مدیر مسئول شد، اینا آثاری داره دیگه. خب پس شما حالا لاقل الان دیگه به عنوان مقام دولتی بفهمید مسئله مطبوعات مهمترینش کدومه؟ من به نظرم میرسه که یکی بحث کاهش تولید در مطبوعاته و تولید خبر، تولید مطلب، تولید مطلب و اتکای بیش از حد به منابع خبری مجازی. شاید یکی از در واقع
دلایل پدیده به نام خودسانسوری که البته به نظر من کاهش پیدا کرده با توجه به رشد آگاهی های خبرنگاران ما و روزنامه نگاران ما، عدم تسلط به مبانی حقوقی این حرفه باشه. ببینید، بحث آزادی یک بحث حقوقی است، یعنی نباید به عنوان یک بحث شعاری صرفا باش برخورد کرد. جوانب گوناگون امر رو باید دید. قانونگذار به دنبال ایجاد تعادل در جامعه است. به همین خاطر بهترین قوانین برای مطبوعات قوانینی هستند که حقوق و حدود رو با هم جمع بکنند. این که همکار عزیزمون به دادگاه مراجعه کردند یا در دادگاه احضار شدند، به خودی خود نشانه محدودیت نیست. ببینید، افراد حق تظلم خواهی دارند. الان در بحث خبر، چون میدونید خبر سرعت درش نقش اول رو داره دیگه، الان خبر متعلق به حوزه خبرگزاری هاست. خوب. مطبوعات وقتی خبر نقل میکنن یا تحلیل خبر باید بکنن یا نقد خبر باید بکنن. الان اگر بخوام این رو در یک کلمه خلاصه بگم، میگم مطبوعات خبرنگاری نشسته واقعا آسیب جدی وارد کرده به حوزه مطبوعات ما. خبرنگار ما پشت مانیتورش نشسته، در حالی که خبرنگار باید در صحنه وقوع خبر، در صحنه وقوع اتفاق، در صحنه حادثه، در دولت، در جاهای مختلف، در فضاهای مختلف حضور داشته باشه. طبیعیه، خب ممکنه بابت این خبری که دقت نشده روش ممکنه آدم دادگاه بره دیگه، بابت بی دقتیهاش. خیلی خوبه که خبرنگار نشسته تبدیل بشه خبرنگار در صحنه، به ویژه مثلا دولت. ولی روزنامه‌ای که الان من سردبیرش هستم، این روزنامه الان بعد از بارها نامه‌نگاری که ما داشتیم هنوز نتونسته خبرنگار دولت داشته باشه، در حالی که من خودم 8 سال پیش در دولت قبلی خبرنگار دولت بودم و با همه وزرا روزی با 11 تا وزیر و رئیس جمهور مصاحبه می‌کردم و می‌بردم روزنامه. ولی امروز من 3 ماه باید به دنبال نامه‌نگاری باشم تا خبرنگار روزنامه من رو اجازه بدن که در دولت، در حیات دولت، بعد از جلسه دولت اجازه گفتگو با وزرا رو داشته باشه. تولیدی ما بیشتر برای ما مشکلات ایجاد کرده تا بگیم فلان خبرگزاری رسمی مثلا دولت. این یه ذره باز لاغل شما رو واقعیته. من میخوام بگم که این که ایشون میفرمود فضای بازی اگر برای خبرنگار ایجاد بکنیم، باور بفرمایید مسلط ترین آدم هم تو روزنامه ما پیدا میشه. اصلا من این سوال میکنم، آیا احمد نژاد مثلا میره نیویورک با ضعیف ترین خبرنگار فلان خارجی میشینه 3 ساعت بحث میکنه، اما 5 دقیقه در طول این 8 سال حاضر نشده با یه خبرنگار حرفه‌ای مطبوعات ما گفتگو بکنه؟ چرا و از ایشون بپرسی؟ از من نه، به نظر شما چرا؟ من فکر میکنم اهمیت ما خودمون نمیدیم. ما خودمون خبرنگار رو نمیخوایم پرورش بدیم که واقعا بتونه راحت حرفش بزنه. اگر واقعا نرشود که قانون به ما و قانون در همه جنبه حاکم باشه، اینجوری نیست که بعضی از مطبوعات یک نوع آزادی عمل بیشتری داشته باشن. من واقعا میخوام صادقانه بگم ما بد اخلاقی های عجیبی تو بعضی از مطبوعات میبینیم، ولی هیچ کسی هیچ وقتی هم بهشون هیچی نمیگه. اخلاق را رسما زیر پا میذارن. آیین دینی، یکی از روزنامه حدود 1 ماه پیش کل صفحه اولش سفید چاپ کرد. آقای شهیدی فرد، باور بفرمایید اگر بنده این کارو میکردم در جا توقیف میشدم، ولی اون روزنامه توقیف نشد. چرا نشد؟ صفحه سفید روزنامه رو که فرمودن اولا به طور کامل سفید نبود. بله، همون تیتر اصلیشونو، انتشار بخشی از در واقع صفحه به صورت سفید هم عنوان مجرمانه نیست. جالبه که مشاور وزیری تیتری که هنوز شب چاپ نشده، پکیجش به چاپخونه نرفته، میگه شما فردا تیترتون تو این موضوع هست و به نظر میرسه که بهتره من همین الان با وزیری مصاحبه ای، یعنی اگر جایی به اتفاقی منجر بشه که ناگزیر باشن که توی موضوع فردا اگر خطرناک باشه براشون تبعاتی داشته باشه، حتما پای کار میان. ولی این تا کار دلم به جان رسد، کار به استخوان رسد، تا اون لحظه نرسه دیگه این قابلیت وجود نداره که بیاد پاسخ بده برای این اتفاق. چون ما میگیم باید آموزش بدیم خبرنگارا رو، بله، ولی نباید مسئولین آموزش بدیم که اونا توی پاسخگویی روابط عمومی رو آموزش بدیم که آقا این چه نحوه جوابی نوشتنه، این چه ادبیات جوابی است. اونا آیا نباید آموزش ببینن تو این حوزه؟ فرض بفرمایید حادثه حمله به سفارت انگلستان، خب من در کمیسیون امنیت ملی هستم، خودمونم دفاع کردیم از اینکه کاهش روابط با انگلیس به خاطر اون تحریم بمب مرکزی اینا حتما صورت بگیره، حمایت هم کردیم. حالا یه پیشنهاداتی داشتیم رد شد و اینا، بالاخره مصوبه خوبی بود مجلس گذروند. اما بعدش اون حادثه اتفاق افتاد،
واقعا مطبوعات مونده بودن. الان اگر موضعشون چی باشه؟ الان محکوم بکنم مطبوعات ارسال شد؟ نه باشه آمیگه شده؟ نه بلافاصله نبود، بعد از 24 ساعت بود آقای پاکانی. من عرضم این است که این منافع ملی تعریف شده اگر باشه و بعد هم همه واقعا به همون را منافع ملی تصور بکنن. حق ما در کسب اطلاعاته. بخشی از جاهایی که ممکنه ما هم خطا کنیم به خاطر نقص در اطلاعاته. تحلیلمون درسته، نگاهمون هم درسته، هدفمون هم درسته، نیتمون هم درسته. اینا همش درسته، اطلاعات نداریم.